سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدید. امروز قراره بریم سر وقت تریلر تازه منتشر شده قسمت دوم فیلم بلک پنتر. تریلری که بازیداشت تو یوتیوب رکوردها رو جابجا کرد و قراره ببینیم که این فیلم چه داستانی رو به ما نشون میده. همینطور سازنده ها چطور با مرگ نقش اصلی فیلم کنار اومدن. پس بهتر وقت رو تلف نکنیم و یه راست بریم سر وقت تریلر. اولین چیزی که باید بهش دقت کنیم و خیلی هم مهمه اینه که تریلر با آهنگ نو وومن نو کرای شروع میشه. این آهنگ برای باب مارلیه و موضوع آهنگ اینه که زنها باید با قدرت سختی ها رو تحمل کنن و همینطور قدرت رو توی دستای خودشون بگیرن و با شجاعت مسیر خودشون رو ادامه بدن و نیازی به کسی ندارن. این میشه پیام این آهنگ. پس میشه فهمید که زنها توی قسمت دوم فیلم بلک پنتر اهمیت زیادی دارن و یه جورای داستان قراره با شجاعت این شخصیت ها پیش بره و این آهنگ میتونه یه نشونه باشه از اینکه جانشین تیچالا کی میخواد باشه. ابتدای تریلر مراسم تشییع تیچالا رو میبینیم. خب بازیگر نقش اصلی تیچالا توی دنیای واقعی بر اثر سرطان از دنیا رفتش و هنوز دلیل مرگ تیچالا توی دنیای MCU مشخص نشد، ولی شایعات میه که مثل دنیای واقعی این شخصیت قراره توی این فیلم هم بر اثر سرطان از دنیا رفته باشه، که یکی از هوشمندانه ترین کارهایی بود که مارول انجام دادش. یکی از بدترین کارها این بود که این شخصیت رو با یه بازیگر دیگه جایگزین کنه، ولی این فیلم رو درست مثل دنیای واقعی ساختن و داخل فیلم یه ادای احترامی به این بازیگر کردن. توی مراسم تشییع تیچالا همه رنگ سفید پوشیدن. کلا توی فرهنگ واکاندا رنگ سفید نماد مرگ و نماد دنیای پس از مرگه. همونطور که تیچالا رفت به دیدن اجدادش توی اون دنیای خیالی، اونجا هم رنگ سفید پوشیده بود و اینجا هم تو مراسم خاکسپاریش همه رنگ سفید به نشونه عزاداری پوشیدن. توی شماره سال 2018 هم دیده بودیم که وقتی که مادر تیچالا عزادار بود، لباس سفید پوشیده بود. Comfort for your loss. Thank you, Nakia. توی مراسم مادر تیچالا رو میبینیم همراه با خواهر تیچالا که اون کلاه مخصوص لباس بلک پنتر رو هم دارن حمل میکنن. همینطور اون گروه محافظ پادشاه رو هم جلوتر از همه با لباس سفید میبینیمشون. این شخصیت ها همیشه با لباس قرمز توی فیلم دیده میشدن. توی این صحنه هم از مراسم تشییع روی دیوار نوشته شده پادشاه تیچالا برای همیشه در کنار ما باقی میمونه و در کنار اجدادش استراحت میکنه. و بعد میبینیم که مراسم برده میشه به یه قسمتی که مجسمه اولین بلک پنتر اونجا قرار داره، یعنی اولین کسی که اون گیاه قلبی شکل رو خورد و برای اولین بار تبدیل شد به بلک پنتر که جز اجداد همین تیچالا محسوب میشدش. پس یه جورایی میشه گفتش که این نقطه‌ای که هستن یه جور آرامگاه خانوادگیه و همه بلک پنترهای قبلی اینجا به خاک سپرده شدن. تو ادامه میبینیم که سلطنت به مادر تیچالا رسیده و الان واکاندا یک ملکه داره که اتفاقا با قدرت هم داره حکومت میکنه. این قدرت رو تو اون صحنه از تریلر دیدیم که مثلا مادر تیچالا میخواد سخنرانی کنه و همه اطرافیانشون بلافاصله میکروفون میارن پایین به عنوان نمادی از احترام و این یه جور سلطنت قدرتمند رو نشون میده. توی قصر هم پشت سر ملکه اسم تیچالا نوشته شده که به عنوان یک قهرمان و یک افتخار برای شهر واکاندا داره ازش یاد میشه. همینطور اون درختی که تیچالا اجداد خودش رو زیر اون درخت برای اولین بار ملاقات کرد روی دیوار نقش بسته. اما از اینجا به بعد یه جورای داستان برای ما مشخص میشه. ببینیم که مادر تیچالا با بقیه سران قبایل واکاندا داره مذاکره میکنه و جلوش یه تیکه از فلز وایبرنیوم قرار داره و مشخص محوریت جلسه همین فلزه. همونطور که خلاصه های از داستان که توسط شرکت سازنده منتشر شده، جنگ اصلی توی این فیلم سر همین فلز وایبرنیومه. فلزی که فقط توی همین واکانداست و یه فلز بسیار با ارزشه که همون لباس بلک پنتر با همین فلز درست شده. صدها سال قبل زمانی که اصلا چیزی به اسم واکاندا وجود نداشت، مردم قبایل مختلف سر همین فلز با همدیگه مبارزه میکردن، تا اینکه یه موجود اساطیری به شکل یه پلنگ سیاه میاد یه گیاه قلبی شکل رو میده به یه مبارز جنگجوی شجاع و اون تبدیل میشه به بلک پنتر و قدرت‌های ماورایی به دست میاره، یعنی همون کسی که مجسمه‌اشو تو مراسم تدفین دیدیم. و این فرد کل قبایل رو متحد میکنه و واکاندا اونجا تازه برای اولین بار ساخته میشه. حالا هم ظاهرا توی این فیلم کسای دیگه‌ای که این فلز رو میخوان با واکاندا وارد جنگ میشن. برای همین توی این جلسه محوریت صحبت ملکه سر همین فلزه. اما شخصیت‌های منفی کی هستن؟ توی فیلم دو تا سرنخ وجود داره. اول لحظه تولد نیمور رو میبینیم. نیمور اولین جهش یافته دنیای مارول، شخصی که مادرش یک شاهزاده اهل آتلانتیس بوده و پدرش هم یک کاپیتان کشتی بوده، یعنی یه آدم معمولی بوده.
بچه این دو نفر میشه یه موجود دورگه که هم توی خشکی میتونه زندگی کنه هم توی دریا. همین که قدرت‌های بیشتری داره نسبت مردم آتلانتیس. و بعد از مرگ پادشاه آتلانتیس، این شخصیت میشه جانشین پادشاه. از نشونه این شخصیت اینه که روی پاهاش دوتا بال خیلی کوچولو داره. که اینجا هم توی این صحنه میبینیم که پای این بچه هم بال داره و اینجا ما مطمئن میشیم که این شخصیت نیموره. اما اینکه چرا مادر نیمور رنگ پوستش آبی نیست؟ چون تمام مردم آتلانتیس رنگ پوستشون آبیه مثل شخصیت‌های آواتار. شاید برای این فیلم داستانو برعکس کرده باشن. مثلا پدرش یه آتلانتیسی باشه و مادرش یه آدم معمولی. یکی از دلایلش میتونه این باشه که فناوری موشن کپچر زیر آب کار نمیکنه. بر همین چون میخواستن لحظه تولد نیمور رو بسازن، ممکنه که شخصیت مادر رو تغییر داده باشن تا بتونن لحظه تولد زیر آب رو فیلمبرداری کنن. و اینکه اگه این شخصیت شما رو یاد آکوامن میندازه، بعد بگم حق دارید. چون کاملا مثل شخصیت آکوامن شگرد دیسیه. اصلا خودش یعنی تمام قدرت‌های اون رو اینم داره. و اینکه کی از روکی کپی کرده، بعد بگم نیمور برای سال 1939 و آکوامن برای سال 1941. و این شخصیت نیمور برای شرکت مارول ابتدا نوشته شده و بعدن آکوامن رو از روش کپی زدن. ولی چون دیسی زودتر به فیلم تبدیلش کرده، ما اول آکوامن رو می‌شناسیم. و اینکه توی شرکت دیسی آکوامن یه ابرقهرمانه، ولی توی فیلم‌های مارول شخصیت نیمور یک شخصیت منفی به حساب میاد. در رابطه با همین نیمور، جلوتر یه صحنه از نوجوانی نیمور رو می‌بینیم که یه صحنه جنگ رو داره تماشا می‌کنه. اینجا مشخصه که انسان‌ها به مردم آتلانتیس حمله کردن یا یه جنایتی رو مرتکب شدن. چون اینجا سربازهای کشته شده انسان‌ها رو روی زمین می‌بینیم و می‌بینیم که کنار سربازها یه سری گاری و سلاح‌های قدیمی وجود داره. و مشخصه که این تصویر مال چند صد سال قبله. و اینجا نیمور در بچگی شاهد این کشتاره. پس اینجا متوجه می‌شیم که سن نیمور خیلی زیاده، چند صد سال سن داره. و هم که از این صحنه کشتار متوجه می‌شیم که نیمور ممکنه یک کینه از انسان‌ها داشته باشه. و بعد می‌بینیم که نیمور در حالی که پوست موجود دریایی که شبیه اژدهاست رو به تن کرده، به تخت پادشاهی میشینه. لباس نیمور از یک خدای مردم مایا الهام گرفته شده که کله این موجود گشته روی سرش. همینطور تخت پادشاهیش از فک یه موجود دریایی درست شده. و اینجا تو این صحنه به قدرت رسیدن نیمور رو هم میبینیم. و این میشه اولین شخصیت منفی فیلم. اما این تنها شخصیت منفی داستان نیست. توی تریلر یک کشتی تحقیقاتی رو میبینیم که دارن روی دریا با یه فناوری کف دریا دنبال چیزی میگردن. که توی یه نقطه به خصوص این وسیله رو از توپ میکشن بیرون و چند نفر با لباس غواصی که این لباسا مخصوص شنا کردن تو عمق خیلی زیاده، دقیقاً تو همون نقطه میرن برای اکتشاف. و اینکه این کشتی برای واکاندا نیست، چون روی کشتی با حروف انگلیسی نوشته شده، نه با خط خود واکاندا. و همین که یه کشتی تحقیقاتی عادی نیست، چون درسته یه عده با لباس دانشمندا دارن حرکت میکنن، ولی کلی سرباز مسلح هم روی کشتی وجود داره. پس به نظر میاد این افراد دنبال دزدی چیزی هستن که احتمالاً همون فلز وایبرنیومه. همین که باز یه جای دیگه تریلر یه سری سرباز رو میبینیم که به یه آزمایشگاه مربوط به واکاندا حمله میکنن. این آزمایشگاه تو اون کشتیه نیستش، کلا یه جای دیگه است، چون لباس سربازا اینجا تغییر میکنه. همین که دانشمندا همشون به مردم واکاندا شبیهن و توسط این سربازها اسیر میشن. از کجا میشه فهمید که این آزمایشگاه برای واکانداست؟ چون سربازا وقتی وارد این آزمایشگاه میشن، دانشمندا رو مجبور میکنن که از فناوریای روی در استفاده کنن تا در بتونن باز کنن. پس مشخصه که این فناوری توسط این مردم ساخته شده و اینها به اجبار دارن دانشمندا رو مجبور میکنن که یک کاری رو براشون انجام بدن. همین که توی صحنه دیگه میبینیم که سربازهای واکاندا میان و به این دانشمندا کمک میکنن. پس مشخصه یه شخصیت منفی دیگه هم توی داستان هست که اون شخصیت از آمریکا اومده و مردم آتلانتیس تنها دشمن واکاندا نیستن و انسانها هم با اونها میجنگن. اما اینکه این انسانها کیان هیچ اشاره‌ای توی تریلر نمیشه، ولی ممکنه همین کاری که این کشتی داشت انجام میداد پای مردم آتلانتیس رو به این جنگ باز کنه. و همین که بخشایی از تریلر توی کشور آمریکا اتفاق میفته و توی صحنه دیدیم که ماشینای پلیس آمریکایی مسیر یه خودرو رو بستن که یه پهپاد میاد روشون سقوط میکنه. همینطور یه صحنه مبارزه بین مردم آتلانتیس و نیروهای واکاندا روی یه پل توی کشور آمریکا اتفاق میفته. پس مشخصه که یه شخصیت منفی هم از طرف کشور آمریکا توی فیلم وجود داره. اما در رابطه با جنگ، جلوتر یه شات دیگه میبینیم، عیناً اون شاتی که نیمور توی دوران نوجوانیش دیده بوده. این دقیقاً همونجور از زاویه پشت فیلم گرفته شده که ما نشون بدن که نیمور حالا بزرگ شده و داره واکاندا حمله میکنه با همون سربازهای آتلانتیسی با همون رنگ پوست آبیشون. و میبینیم که این سربازا با دستگاه باید نفس بکشن و نمیتونن توی خشکی نفس بکشن، ولی نیمور نیازی به ماسک نداره. و میبینیم که موفق میشن بخشی از خاک واکاندا رو به تسخیر خودشون در بیارن، چون آزادانه دارن توی ساحل واکاندا راه میرن و سربازهای آتلانتیسی دارن به نیمور تعظیم میکنن. البته تو همین صحنه باز واکاندا بهشون حمله میکنه و نیمور در برابر تیرهای واکاندا برای
خونش فرار نمیکنه. مشخصه یه شخصیت شبیه تانوس داره. و باز توی همین ساحل حمله امباکو به نیمور رو هم میبینیم. این شخصیت امباکو رو توی یه جای دیگه تریلر هم دیده بودیمش که توی کوهستان بود، جایی که حکومت میکنه و اومده بودن دنبالش که به نظر میاد که اومده بودن خبر جنگ رو بهش بدن و برای جنگ فرا خونده بودنش و میخواستن که خودشو برای جنگ آماده کنه. و اینجا تصاویر بیشتری از جنگ نمایش داده میشه. مثلا تصاویر مردم آتلانتیس رو میبینیم که با نهنگ همینطور با تعداد خیلی زیاد دارن حمله میکنن به یه جایی. از اینجا میشه فهمید اینا برای جنگ دارن میرن، چون یه سرشون نیزه دارن حمله میکنن. همینطور میبینیم که تعداد خیلی زیادیشون به یه کشتی حمله میکنن که این کشتی احتمالاً برای واکانداس، چون توی صحنه بعدی نشون میده سربازای واکاندا از بدنه یه کشتی دارن میان پایین برای دفاع در برابر سربازان آتلانتیسی. همینطور تصاویر بیشتری از جنگ نشون داده میشه. مشخص میشه واکاندا با چیزی بدتر از ارتش تانوس روبروئه. میبینیم که کل واکاندا رو سیل میبره، چون توی یه صحنه نشون میده که شوری توی قصر وایساده و قصر رو داره آب میبره، در حالی که این قصر نوک کوهه و اگه قرار باشه اونجا رو آب ببره یعنی کل واکاندا رو آب برده. توی تریلر یه شخصیت مهم دیگه هم بهمون نشون داده میشه، یعنی شخصیت ریری ویلیامز، که به زودی سریال مخصوص این شخصیت به اسم آیرون هارت از مارول منتشر میشه. این شخصیت آیرون هارت دقیقاً معادل تونی استارکه و شخصیتش دقیقاً مثل آیرون منه، به این شکل که یه دختر جوان باهوشه که با فناوری که از واکاندا به دست میاره برای خودش یه لباس میسازه و میشه آیرون وومن دنیای مارول و اسمش هم آیرون هارته. و توی یه صحنه میبینیم که درست مثل تونی استار که با چکش داشت لباس خودش رو درست میکرد، اینجا هم آیرون هارت داره با چکش لباس خودش رو درست میکنه و یه آهن به شکل قلب رو میندازه روی زمین و دقیقاً عین تونی استار که این صحنه رو ساختن. البته اینجا توی تریلر یه شیطونی کردن و این دو تا تصویر که دارید میبینید به هم دیگه ربطی ندارن. اینجا اگه به دستکش دقت کنید، تو اون صحنه که داره چکشو میزنه و اون صحنه که قلب میفته زمین، توی صحنه دستکش دستش نیست و این دو تا صحنه از هم دیگه جدان، ولی توی تریلر یه جوری نشون میدن که شما فکر میکنید که به هم دیگه ربط داره. ولی به هر حال ما توی این فیلم شخصیت آیرون هارت رو میبینیم تا بعدن سریالش به طور اختصاصی پخش شروع بشه. اما در آخر لباس بلک پنتر به کی میرسه؟ جلوتر یه صحنه میبینیم که یه نفر با لباس بلک پنتر میپره جلوی نیمور. نیموری که در حال شکست خوردنه و افتاده روی زانوهاش. این که این فرد کیه؟ یه جای تریلر دیگه دیدیم که شوری رو همون نقطه‌ای وایساده که مادرش با سران واکاندا جلسه داشت و صندلی‌ها ناپدید شدن. همینطور دورش به شکل خیلی منظمی داره آتیش میگیره. ممکنه این تصویر یک رویا باشه، چون این صحنه خیلی شبیه به اون صحنه بودش که اریک تمام گل‌هایی که قدرت بلک پنتر رو انتقال میداد و آتیش زد. توی فیلم قبلی همین شوری چند تا از این گل‌ها رو قبل اینکه کاملا نابود بشن تونست نجات بده. همین که یه جای تریلر هست که مادر تیچالا داره یه سخنرانی خیلی احساسی میکنه و میگه من تمام اعضای خانوادم رو از دست دادم. اتفاقا با تاکید هم میگه همه‌شون رو از دست دادم. خب پس دخترش این وسط چی میشه؟ اینطور که به نظر میاد شوری حالا اون گل رو مصرف کرده یا به هر ترتیبی تو شرایطی قرار گرفته که همه فکر کردن مرده، چون تو اون لحظه که بلک پنتر میپره جلوی نیمور آهنگی که پخش میشه اسمش از وقتی که از خواب دوباره برمیخیزم، که باز دوباره این آهنگم مال باب مالیه. و همیشه توی دنیای واکاندا وقتی کسی میخواد به بلک پنتر تبدیل بشه توی حالتی مثل مرگ میره تا بتونه با اجداد خودش ملاقات بکنه و قدرت بلک پنتر رو به دست بیاره. به نظر میاد برای شوری هم همین اتفاق افتاده و توی این صحنه که شوری داشت گریه میکرد ما نمیبینیم که کجاست، چون تصویر کاملا زومه، ولی به نظر میاد که داره با اجداد خودش ملاقات میکنه. و اینجا اگه به اندام کسی که به بلک پنتر تبدیل شده دقت کنید، اندامی زنانه داره. پس به احتمال خیلی زیاد اینجا لباس بلک پنتر به شوری رسیده و اون آهنگ اول تریلر که میگفت نو وومن نو کرای اینجا باز معنی پیدا میکنه. خب دوستان، اینم از بررسی تریلر بلک پنتر. خیلی تریلر خوبی بودش، از تریلر انتمن خیلی بهتر بود. قشنگ مشخص شد تو این فیلم با چی طرفیم، بدون اینکه چیزی اسپویل بشه چارچوب داستان مشخص شد. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه دوست داشتید لایک ویدیو رو فراموش نکنید. من که امیدوارم توی زندگی خودتون موفق باشید و خدا نگهدار.